همه بهش گفتن که اینجا چی کار میکنی؟ پولدارا و ثروتمندای شهر اومدن با کیسه های زر، تو با یه کلاف نخ، امیدم داری؟ یه نگاه کرد گفت من اومدم فقط اسمم تو خریدارای یوسف باشه. آره، قصه ما هم اینه که ما هم اومدیم از همین راه دور بگیم همه دارن نزدیک حرمت میشن، ما هم دوستت داریم، ما هم اگه امسال توفیق نداریم که قدم برداریم بین زوارت، ولی دلمون همراهشونه. اینجا محلاست، ما شما و همه بچه های محلا اومدیم بگیم که اسم مارم جزو محبینت بنویست. درست بدیم ولی دوست داریم. محلا رو ببینید تو این شب ها. بسم الله. سلام و عرض ادب. سلام علیکم و رحمت الله. آقای رضایی دبیر احتیاج به معرفی ندارن، خیلی محبت کردید تشریف آوردید. مخلص شما. در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقا محمد حسین عزیز، هموطنهای خوبم. تسلیتم میگم این ایامو و ممنون از دعوتتون. لطف سلامت باشید. ما رو قابل دونستید. قصه شما امام حسین از کجا شروع میشه؟ خدمتتون عرض کنم که خب من یک نکته بگم بعد اونو میگم. ما خب اصلا فامیلیمون شده دبیر. خب اینا درس میدادن تو مکتب خونه، ملا بودن، بعد شاعر اهل بیت بودن، مداح بودن، بعد مثلا اسم پدر بزرگ من بوده ملا احمد، اسم بابا شده ملا علی، همینجوری. خدا رحمتش کنه، خدا رفتگان شما رو بیامرزه. بابای خدا بیامرزه من مداح بود. من خودم هم تا کلاس پنجم اول راهنمایی میخوندم. حالا این کشتی این توفیقات رو از ما گرفت. ولی چیزی که من حالا میتونم به عنوان اولین چیزی که میگم یادمه، سال 61 بود. دقیقا سال 61 بود. چند سالتون بود؟ 5 سالم بود. قشنگ این صحنه یادمه. میگم آدم تو 5 سالگی خیلی کمه چیزی یادش بمونه. من خواهرم به دنیا آمده بود. خواهر دومم که از من کوچیکتر بود. همون سال 61. بعد قشنگ یادمه که گفتن نمیمونه. میشنم که مثلا ما بچه بودیم نمیفهمیدیم، میگفتن نمیمونه میمیره. بعد قشنگ یادم در خونه که هیئت امام حسن ما، هیئت امام حسن بود، دسته که اومد بره بابام گذاشتش وسط دسته. بابام گذاشتش وسط دسته، شروع کرد دعا کردن، گریه کردن. همه گریه. من ناراحت میشدم که مثلا خواهر منو گذاشتن اینجا. یعنی اولین صحنه با اونجا قشنگ یادمه. بعد دیگه مثلا من کشتی گیر شدم هم تو حسینیه بوده، جالبه. مثلا تمام مثلا اینکه چی شد من اومدم کشتی. یعنی بچه‌ها که تو حسینیه با هم بازی میکنن. آره واقعا همه. بعد از حسینیه یه مربی ما داشتیم، بعد مربی مون شد، اون موقع رفیق بابام بود. وقتی که تموم میشد روحانی میرفت و مدام میخوندن و شور و اینا تموم میشد، همه میرفتن بچه های کوچیک و کشتی مینداختن، پاچه ها رو میزدن بالا. من همیشه زانوام بود این فرشه حسینیه، زخم همه رو میزدم. همه خاطره ها رو دارم. آره آره واقعا الحمدلله همه کارهای ما، همه چی از حسینیه شروع شده. الحمدلله واقعا که لطفای خدا به من این بوده. Thank you.
گره کجا محکم تر شد؟ حالا محکم که نیست در طرف ما، از اون بر محکمه، اون بر الحمدلله چنگک رو انداختم فلان نگر داشتن، انشالله من لایق باشم و بود. تو دوران دانشجویی، دوران کشتی، دوران مدرسه، الحمدلله، یعنی واقعا دو تا چیز من همیشه میگم منو نجات داد تو زندگی. اول بچه هیئتی بودنم و بابای خدا بیامرز مؤمنم، دوم ورزشکار بودن. من تو جنوب شهر سالم اومدن سخته. بچه 13 آبان، بله 13 آبان، حالا شهره یا تهران فرق میکنه، به جفتش میخوره واسه ما. علیرضا یهوی ورق زندگی آدم عوض میشه، یعنی یه بچه 13 آبان یهوی میفته میشه قهرمان بالاترین سطح ورزشکار، یعنی ورزشی دنیا، المپیک دیگه. ما بله. معدود قهرمان المپیک داریم حداقل تو کشتی. من میگم علیرضا دبیر رو که تو بچگی با امام حسین سرپنجه زده، یعنی درگیر امام حسین بوده، بعد یهو میاد امام حسینش، تو اون لحظه ها چجوری بوده؟ خدمتتون عرض کنم که من اسی به بچهای تیم ملی الان میگم، میگم یه سری هستن با استعدادن، مثلا مثل آقای سوریان، مثلا آقای یزدانی، مثل آقای جدیدی، آقای حیدری، اینا با استعدادن. ولی من واقعا خیلی آدم با استعدادی نبودم. من قشنگ میفهمم اهل بیت بهم دادن، یعنی هیچ تعارفی هم نداریم، میگم خدا به من داد، اهل بیت بهم داد، اینقدر که التماسشون کردم. مثلا مثال یعنی توسل هیچ موقع رها نمیکرد، اصلا توکل و توسل. هنوزم اینجوری، من آدم با استعدادی نیستم، میگم التماس میکنم، میگم باید صلاح دیگه. مثلا من المپیک سیدنی سالی که طلا گرفتم، بله واقعا از امام زمان گرفتم، گفتم این همین چیزی که میگم، گفتم ما نمیگن پرچم جمهوری اسلامی پرچم توه، میگن نمیگن الله پرچم امام زمان پرچم شهداه. خب اگه هست آقا جون قربونت بدم، بده من بچرخونمش. هیچ کم نمیچرخوند، اصلا تو قبل از اون باب نبود، تو سالنه برسی اصلا باب نبود. واقعا شد، واقعا همون چیزی که تو ذهن من بود شد و بهم ثابت کرد که این پرچم حقه. یعنی تو وقتی داشتی کشتی میگرفتی تو اون چلنجای سخت، نه قبلش لحظه، نه اون لحظه هم تو توسل داری؟ یعنی اولا من قبلش آره خیلی نماز میخونن، خیلی توسل میکنن. مثلا من دیدم تو همین المپیک عکس حسن یزدانی اومده بود داشت دعا میخون. خب هممون اینجوریم. ببینید رو دوشکم اینا تو... که میگم با افتخار میگم، چون این سری خجالت میکشن بگن. من میگم مثلا ما اومدیم اینا رو بگیم، حتما من آدم گناهکاریم، حتما من معلوم نیست زندگیم چی میشه، نه زندگیم چی میشه آینده، همینجا میرم بیرون شد هزار تا گناه، ایشالله که نشه. ولی بالاخره ما جایز الخطا نیستیم، ولی ممکن الخطا هستیم. خدمتتون عرض کنم که اگه نگاه بکنید، مثلا اگه کسی ها یادش باشه، من هیچ همیشه میادم کنار دوشک، میخواستم برم توش زانو میزدم میرفتم تو. کشتی یاد ندارم بدون نام حضرت زهرا رفته باشم دوشک. بعد جالبه، من الحمدلله از همه اهل بیتم اسم میبرم، کمک میخوام. یه جا اول فضلی میشم، یه جا حضرت قاسمی هم، یه جا امام حسینی هم، یه جا عاشق از یعنی همه رو میارم وسط، یعنی الحمدلله اینم لطف خداست. نه یه جایی واقعا تو حتی واسه شما هم شده، یه جایی دیدم یه دفعه میمونه، قشنگ قفل میشه کار، حتی تو کار شما هم از یه دفعه قفل بشی، یه جایی تو کشتی قفل میشی، یعنی رسمی من زودم نمیرسه، هر کاری میکنی میخوری در بسته. یه دفعه مثلا من اونجا بودم یه کاری بکن. تو سیدی هم اینجوری بود؟ بله، یک دو تا کشیش اینجوری شد، اینجور بریده بودم مثلا جلو آمریکا. ابوالفضل کاری بکن. بعد مثلا جالبه، مثلا اون لحظه نمیفهمیم، حالا میگن گرفتیم، من ببینم چه زیری گرفته، ولی اون لحظه یادم نمیاد. اینا که میگم حالا چون گذشته میگم، اون موقع نمیگفتیم. یا مثلا خیلی خیلی بعد اینو به شما میگم، استرس تو خیلی کم میکنن، چون ببینید ورزش انفرادی استرس خالیه، یعنی اصلا کوه استرس، قشنگ میفتی تو بغلشون. من همیشه به بچه‌ها الان میگم آقا بریم تبلیغ امام زمان رو بکنیم، حتی اگه ببازید بردید.
تو زمین خوردن ها چیکار کردی؟ مثلا تو یه برهه‌ای داشتی که من چون علاقه من به ورزش بودم، حالا دوستای نزدیکم میدونم کشتی هم دوست داشتم میدیدم، نه حالا من قشنگ یادمه که مثلا حتی تو المپیک بعدی که زمین خوردی دو بنده چی تنت بود؟ آتم بود. آره یادم، رنگش بکنم جیگری بود، راه راهه. آره کتفتو بسته بود دقیقاً. اون برهه که تو سکو بالا رو زدی، بعد یه المپیک بعدی، خب عیرزا دبیری که همه میگفتن باید دومی رو بگیره، همه گفتن باید بره، بعد اون اتفاق افتاد. خب ببینید، اول که واقعا من کتفم داغون بود، نباید میرفتم، حالا اتفاقاتی که افتاد. ولی چیزی که آقای قرائتی، ما جوان بودیم، ویسی به ما یاد داد، خدا خیرش بده، گفتش که وقتی بزرگترین میدون اول میشی، زود دستو بکن بالا، بگو خدا اینو تو دادی، که موقعی که میخوری زمین بگی اونم تو دادی. هم اینجا بارتو برمیداره، آروم میشی، تو اوج غرور نمیگه، هم اونجا که باختی بارتو برمیداره. من اونجا هم که باختم یادم قشنگ یه لحظه رو زانو نشستم، بودم خدا شکرت الحمدلله. یعنی باور دارم که حتماش آزمایش الهیه، اینا رو در تو زندگی هر بلایی میاد، هر اتفاقی حتما آزمایشه، ایشالا که شرمنده نشیم. خیلی استرس داشتی قبل از باز مثلا فینال المپیک، چیکار کردی؟ مثلا تو سیدنی من با یه حریف اوکراینی داشتم، دیدم این یه کتاب انجیل برداشته داره میخونه. آقا منم دیدم خیلی واسه همین چیزا مهمه، دیدم مثلا این داره این کار رو میکنه، دویدم آقا کی قرآن داره، چون باشی هم راه نمیدن المپیک پایین، خب مربی و خودت هیچکی نداشت، دویدم یاد تو تماشا چه که من نادعلی دارم، دعای نادعلی عجیبش داره بود، نادعلی هم مثل العجال. تا موقعی که اون انجیلو میخوند من اینو شروع کردم ذکر اینو گرفتن، را نمیدونم 50 تا شد، 60 تا شد، 70 تا شد، واقعا خونه حفظ شدم اصلا از استرس و اینا. خب بعد یه هر جوری که شما فکر میکنیم، حالا مثلا یه سری ها مثلا آیت الکرسی میخونن، چند تا فوت میکنن، یه سری ها خیلی، هر کی میگم حال هوای خودشو داره دیگه، هر کی حالا باجو واقعا استرس، مثلا برای شما انفرادی استرس واقعا زیاده. همون دریای آرامشی که شما گفتی فکر میکنم بهترین کلمه است. رئیس فدراسیون شدی، رفتی کربلا، چرا؟ خدمتتون عرض کنم که اولا میگن که حالا خودت این کاره، میگن کربلا یه نشست مطبوعاتی میذارن. آره اولا میگن هر چند بار رفتی میگه زیاد نگو، انقدر ثوابش بالاست، شیطون نیومدی میبره. یاد بلا فاصله هدیه کنم امام زمان، ما دیگه یاد گرفتیم یا طرف حضرت زهرا میریم، بیاد واسه فرج، ایشالله میشه واسه فرج. اون روز که انتخابات بود من خیلی اذیت شدم، یه سری اتفاقات افتاد، حالا ایشالله کتابش دارم میکنم و اینا. شیشفاری که من رفتم کربلا، حالا معلوم نبود یا رأی میارم یا رأی نمیارم، گفتم رأی بیارم که خب، رأی نیارم که ناراحتم، حالا مثلا میشه خودم که باید برم، رأی هم بیارم باید برم. این تنها جایی که آروم میکنه آدم ها اونجاست. یعنی ایشون بعد آخه من این حرف رو میزنم که آقا من به بابام میگفتم خدا اموادتون رو بیامرزه. مثلا بعد ما با هم صحبت میگم بابا، به من میگو بابا ای قربون صدقه من میرم، گفت خدا رو شد تو امام حسینی. بعد ایشون گفتم بابا خدا رفتگانتون رو بیامرزه. بعد میگفتم بابا امام حسینی من با تو یه فرقی داره، به شوخی بهش، خیلی با هم شوخی بود، رفیق بودیم، گفتم بابا من کل دنیا رو گشتم و باز میگم حسین. من تو واشنگتن بودم، اون کاخ سفید اونجا، گفتم حسین بابا یه وجب خاکشو به دنیا نمیدم. یه سال چی داره امام حسین؟ نمیدونم اصلا. من میگم واقعا که میگن قطعی از بهشته، والله بهشته ها. خب شما میدونی اینه، بچه هایی که رفتن خوش به حال اونایی که میرن، خوش اونایی که نمیرن، نرفتن. آره اینم یه طرف، چون بری که اصلا دیگه نمیتونی نری، دیگه حالت بده دیگه. مجنون و پریشان تو یا حسین، سرگشته و حیران
من بی سر و سامان تو یا حسین. تفاوت تو خب الان اومدی یه موقعی کشتیگیر بودی تو اردوگاه تیم ملی، بعد الان اومدی شدی رئیس فدراسیون، شدی بالایی همین جوانایی که یه زمان خود. تفاوت نسل قبلی و نسل جدید چیه؟ خدمتتون عرض کنم خیلی که... بیروده و سیستم. آره آره من. ببینید ما خیلی سا واسمون واقعا خط قرمز بود، الان نیست. بعد من با توجه به بچه اون محله‌ای که هستم خیلی سا رو سعی میکنم به روز باشه، اینکه اون محله‌ای که بعد به دنیا اومدی بزرگ شدی بهت خیلی کمک میکنه. میپرسم اینا مثلا تو چه سنی هن، چه جوری هن و اینا دیگه. این بچه های تیم ملی هر چند باشن خب مثلا بچه های محله ما تو اون سن که نیستن، میرم آپ تو دیت میشم که مثلا بدونم الان چی به چی و اینا. یکی این که ما خیلی خط قرمز داشتیم، واقعا داشتیم. بعد این بچه ها خیلی بچه های خوبی هن. من حس میکنم بعد امثال ما پدر مادر ها مورد داریم بگم به شما. بد نیستم، بلد نیستم، همینو میخوام بگم، واقعا همینه. تو مثلا اونایی که بچه دارن نگاه کنن، هم پدر هم مادر، خونه خودم، اینقدر که واسه کلاس زبان بچه هرس میخوریم، کلاس ریاضیش فلان، یک دهمش واسه دین بچه‌مون هرس نمیخوریم. در صورتی که اگه ما واسه دینش هرس بخوریم، اونا میاد، زبان میاد خودش، اون ریاضی میاد. الان تو شما تو تربیت پسرت اولویت یک دینه؟ خود منم ایراد دارم، خود منم ایراد دارم. ببین خب من این همه میرم سر کار نیستم، من خدا تو خونه خانواده دارن جور میکشن. خودم من پسرم که میاد پای خدا روزه و نوهای شما و رفیقاشون بچه مدرسه هاشون میان پیش شما، خدا امامزاده سالم میان اونجا. عزیزت اربعین میری به ایمان آدم خودش متوجه میشه چند چنده. یه خاطره به قول معروف بودم وقتی اربعین میبینه تازه میفهمه هیچی نیست. یه خاطره بگم، داشتم میرفتم مشهد، یه پسر جوونی کنار من نشسته بود، من سرم پایین بود، گفت آقا چهرت خیلی آشناست. بعد من این واسه اذیتش کردم، گفتم شاید با هم همکلاس بودیم. او تو جای پدر منی به من. بعد من اونجا فکر یه فهمیدم خیلی پیر شدم، یه احساس جوونی داشتم من میشه، او تو جای پدر منی. بعد همین داشتم بذاره با همه حرف دیدم، تو جوون اینجوری و اینا، تو کار کامپیوتر و هک و اینا بود. بذاره بیم صحبت کنیم، به دفعه انگاری ادعام هم میشد بشه خودم، مثلا من خیلی کارم درسته. آقا این پسره یه حرف به من زد، هنوز چهار ستونه بدنم همین حرف شما که الان گفتی باز لرزید. آقای به من گفت، بعد که مارشون رو گفت، ببینیم ما خودمون که میدونیم با خدا چند چندیم. آقا محمد اینو به من نگفت، من تا مشهد گریه کردم. گفتم امام رضا حال منو میخوای بگیری؟ من که میدونم با تو چند چندم، واقعا تو اونجا گریه میکردم. ما که خودمون میدونیم با امام حسین چند چندیم، خودم که میدونم چی کارم. حالا من میام اینجوری حرف میزنم، من میخوام جوونا درست باشن، عین من نشن، میخوام درست باشن. بزرگوار. نه نه جدی به خدا، من دلم میسوزه اگه حرف میزنم، میخوام عین مثل من در به داغون نباشن، خوب باشن، واقعا برسن، زود برسن، زود برسن. واقعا به خاطر من میام حرف میزنم، بذار فوش بدم، بذار بگم، بذار بگم. من خیلی جا مثلا بیرم روز اول که اومدم فدراسیون، خب دوستان مثلا دو سال خودمون نماز اول وقت بچه ها میخوندن، ما میمدیم کنارشون میخوندیم، دن ریا میکنه، بگم ریا یعنی شرک دیگه. مهمی که خودت بدونی ریا نیست، چون ریا بکنی ریا یعنی شرک، برابره با شرک ریا. یعنی اتفاقا یه جایی که نمیخونم بعد وایسی بخونی، من دیدم یه سری خجالت میکشم. چرا خجالت میکشی؟ اگه واقعا ریا نیست بخون، اگه حس کردی ریاست نفس قاطیشه نخون. شما ورزشکارا یه جور دیگه ارادت دارید به هم آقا و مولامون امیرالمومنین، هم آقا و مولامون هست اول فصل، چرا؟ خب ببینید اصلا فلسفه کشتی مثلا نگاه کنی، مثلا تو دین نگاه کنی، میگن امام حسن امام حسین با هم کشتی میگرفتن، نمیگن فلان ورزشو بازی میکردن. یکی اینه. تو بالاخره شما تو بچه زورخونه هم ببین همیشه با اسم حضرت علی بوده، مردونگی و پهلوانی و
بعد از این برم حضرت ابوالفضل پهلوانی رو معنا کرده دیگه. بعد قربون حضرت ابوالفضل برم همه باش حال میکنن دیگه، شاه و گدا و نمیدونم بی پول و پولدار و قرتی و حزب الله اینا نداره، ارمنی ها مسیحی همه هستن، دستگاه امام حسین سه دیگه است دیگه. میگم به خاطر این اصلا خدا امام حسین ابوالفضل رو گذاشته واسه امثال من گناهکار، جدی میگم. یعنی مثلا شما زیارت جامعه خب مولای امام هادی هر کسی شاید نره مثلا نتونه بره، یا مثلا دعایی نتونه، ولی امام حسین یه دفعه میبره میخره، یه دفعه میاره خوشگل میخرتت میخره دیگه، آقا بخواد دست خودشه دیگه. عزیز کجای کربلا خیلی برای تلخه؟ من هیچ موقع سمت قتلگاه نمیرم، اصلا مسیرم هم نمیذارم اون برای بیافته، اصلا نمیتونم برم، هیچ موقع اون برای نمیرم. اصلا مثلا یه موقع هم جای نمازگی نمیده نگاه نمی کنم، کج میرم مثلا میخوام همونجا رد شم کج نگاه میکنم، آقا ببخشه ولی نمیتونم ببینم. کجای کربلا رو میگی؟ کاش دروغ بود. من همون قتلگاه، ای کاش اصلا نبود. نگاه کردنم برات سخت؟ خیلی اون یه تیکه سختم، واقعا سخته. سخت‌ترین اتفاق زندگیت؟ سخت که ببینید بلا زیاد بوده، مثلا من نزدیک 17 بار فقط اتاق عمل رفتم، جز معدود آدمایم که تو این سن 17 بار از دست دادن پدرم خیلی الکی. جایی نبریدی؟ واقعا یه جایی سخته، ولی به خدا میگم خدایا میدونم آزمایشه، کم نیارم. اینو همیشه بهش میگم کم نیارم، چون واقعا این خیلی مهم آدم قبول داشته باشه که به نفع آدمه، انشالله حتما خیره وقتی بسپوری به خودش. بعد یکی هم حس میکنم آدم باید ببره دیگه، اونجا اون بریدنه مهمه. اهل گریه ای؟ هی دعا کنید باشیم. نه هستی اهل گریه واقعا؟ نباشیم من بالاخره باید داریم که خودتونو به گریه بزنید دیگه. سهل بگیر چرا گریه اینقدر شیرینه؟ ببینیم ما گریه چند نوع داریم، یه گریه داغه، یه گریه خوشحالیه. شما امتحان بکنن، جدی دارم میگم، گریه اهل بیت بعدش سروره. حالا آدم خوب میشه. اصلا شما شک، من دیدم، من ابی نداره اسم میبرم، من علیرضا حیدری رو دیدم المپیک آتن گریه ای کرد که مولا حضرت باغ حقش خوردن سرگوری. واقعا یه دفعه من شروع کردم حضرت ابوالفضل گفتن علی گریه گریه ها، بعد میدید یه دفعه چقدر سر حال شد، بعد از اون آمریکایی رو در به داغون کرد. سوم المپیک شد شاید خودش هم راضی نباشه من دارم میگم. یعنی گریه میام، گریه با گریه فرق داره. عزیز الان از 13 آبان اومدی بالا، بالا و پایین من. چه فرقی داره؟ ما نقشه ترمینال برعکس کردیم دیگه، من شوخی میکنم. ببین من خب الانم هفته اصلا اینم تو فضای مجازی میگن من بالا شهر پایین شهر هیئتی فلان. نه ببین من واقعا اول به خاطر دانشگاه اومدم، چون دانشگاه شهید بهشتی اومدم سخت بود، اردوامو مجموعه انقلاب و سال 80 مثلا یه سری میگن آقا رفت شورا خونش رو عوض کرد، خب بگو یه ذره تقوا داشته باشیم بد نیست. من 6 سال قبل از شورا رفتم، من سال 79 که رفتم دانشگاه شهید بهشتی واقعا سختم بود، از 13 آبان هر روز بلند میشدم میرفتم اونجا، بعد مجموع انقلاب اردو بعد برمیگشتم، نمیشد واقعا. هم اونجا تو منطقه یه جایی رو اجاره کردم، اول همون 80 هم یه جایی رو خریدم، هی میگن آقا تو شورا نه بابا سال 80، من همونجا زندگیمو تشکیل دادم سال 80 و الحمدلله رب العالمین. وقتی میرم به مادرم سر بزنم هفته یه بار، شاب دل از امامم که میرم هفته یک مثلا هفته یه بار میرم، هر موقع من
سمت جنوب شهر میرم، میگم میشه من شاب دلج میشه سیدول کریم نرم به محل خودمون نرم؟ بالاخره یادم نمیره بچه‌ام، همینا شما میگی بچه 13 عشقم میکنم اصلا به خود فرق نه. بعد اصلا شما بگم یه حساسیت نه اصلا بگید اینا خیلی علکیه. مرد بودن مهمه، بچه شاب دلازیم باش، مرد باش، بچه بالا بچه باش، بچه انسان باش، باش. آره. مرد آره. باش دست مردم واقعا همینه، از کار مردم باز کن. واقعا این که بگیم اینجوریه، ولی جنوب شهر واقعا یه دانشگاه اجتماعی. تو حرفای شما یه جایی بودش که گفتی امام حسین خیلی زود دست میگیره، صداش کنی جواب میده. برعکسش هم هستا، ته خطی ها زیادن. ما امشب یه مهمون خیلی عزیز داریم، شاید به ظاهر به ته خط رسیده بوده، ولی یهویی تو چند ثانیه امام حسین همه چی رو برگردونده. اجازه بدید دعوتش بکنیم. خیلی مخلصیم برای مریضا، بلخص اونایی که گرفتار کرونا هستن، تو این شبای عزیز دعا بکنیم. خب آقای رضا امسال یهویی فضای مجازی پر شد از فیلم یه جوونی که خیلی تو حال خودش نبود و وسط یه دسته سینه زن داشت سینه میزد. همون چی گفتم بخواد بخره میخره. فکر میکنم پر بازدیدترین الحمدلله تصویر بود که امسال از محرم بیرون اومد. الحمدلله. من چقدر خوشبختم که الان اینجا کنار ایشون و شما. برای ما هم توفیقیه که امشب حسین آقای عزیز در خدمتش هستیم. حسین آقا خیلی خوش اومدیم. ممنون که محبت کردید، دعوت ما رو قبول کرد. چی شد؟ فیلمه و حاله و این موقع من نشه نمود حتی. یعنی اون موقع مواد مصرف نکرده بودی؟ اصلا پول داشت من اصلا زنم با من. خمار بودی؟ خمار بود. اما حسین ها صدا کرد گفت بیا وسط دست نزم سینه زد دست من گرفت اما حسین. چرا سرتو میگیری پایین؟ سر بالا بابا. ما که اینجا یاد گرفتیم امام حسین تا ببینه سرش یه نفری پایینه میگه ارفع راسک. سر پایینی نداره که نوکر امام حسین. حالا من دوست دارم تهران این کل پول داشت من معتاد کمک میکنم. همین جد من معتاد. الله اکبر. البته میدونید که آقا امام حسین این چیزی هم که مصرف این که ما با هم قبل برنامه صحبت کردیم، خب من با توجه به شرایط زندگی این جایی که بزرگ شدم و دیدم و حتی من چند نفر رو ترک دادم خودم و اینا، این چیزی که مصرف میکرده به شما بگم ترکش وحشتناک سخته، مثل هلو ترک کرده، مثل عنایته. یعنی بهش گفتم مثلا این کارو کردی این قرص رو خوردی؟ گفت نه هیچ. نه هیچ آتی. یعنی واقعا عنایت. چند روز پاکی؟ من 20 روز. 20 روز. ماشاءالله. بدون هیچ چیزی. نشین. بوسه، دست. چی بهت بگم حسین آقا و همه دوستانی که الان
دارن ما رو میبینن، این حسین آقا شاید به زاری ایراد داره، اعتیاد 100%. حاکم امامتی آرزود چیه حسین؟ آرزو من ها یه مرتاد به من ها تک بکنه یه معتاد. آقای رضا شما کار سیاسی کردید، شورا بودید، برای اینو چی کار میکنید؟ الان هم دارید کار ورزشی میکنید تو این حوزه. خدمتتون عرض کنم که ببینید، مثلا قبل از اینا هم که گفتم واسه بچه‌هامون وقت بذاریم امام حسینی بشن، این کسی که بدونه که اگه مثلا خود حسین اگه واقعا میدونست یا خودمون توسیم بدونیم که چیزی که به بدن ضرر میزنه حرامه، هر چی، مشروب، مواد، نمیدونم خالکوبی، تاتو، هر چی، هر چی. اول از همه این که دید خانواده دیدو به آدم بدن، این خیلی مهم بادم. نکته بعد بحث اوقات فراغت دیگه. بحث اوقات فراغتی که ما بالاخره مدیرای شهری بتونن این کارو بکنن. سوم، حالا ما تو کشتی من الان میرم تو استانها وقتی صحبت میکنم، یا قدیم یا خیلی از چیزایی که ما تو مثلا شهر تهران دوره ما هزار خورده ما سوله ساختیم، استخ و سوله و اینا، بعد میگم گفتن آقا چرا اینقدر میسازی؟ گفتم آقا نمیخوایم قهرمان بشن، که میخوام وقتشون پر بشه. مثال یه بچه که میاد کشتی یا میره بسکتبال یا میره فوتبال، فرض کنید صبح میره مدرسه 12:01 میاد تا نهار بخوره، ساعت 3 میخواد بره، خب بیرون که نمیره، 3 میره باشگاه 2-3 ساعت تمرین میکنه میاد 5-6 جون نداره دیگه بره بیرون، انرژی نداره. ما تو ورزشکارا معتاد و اینا نداریم. بعدن چرا بعدن میشن؟ اگر اینم به شما ورزشکارای حرفه‌ای اگر مدیریت نشه خیلی خطرناکه، یا هینش میگم خیلی مهمه، یعنی خود اونم یه فلسفه دیگه است. ولی اوقات فراغت رو پر کردن، حالا یکی مثلا میخواد بره سراغ مثلا موسیقی، یکی میخواد بره سراغ نوحه خونی، یکی میخواد بره چه میدونم اسکیت، یکی میخواد بره کشتی، یکی میخواد بره هر کی. اوقات فراغتی که از کارهای شهرداری تهرانه که بعد این کارو بکنه. شهرداری هر شهری، حالا ما شهرداری تهران چون حالا ما باش مستقیم کار میکنیم، شهرداری ها وزارت کشور هم استاندارا خیلی میتونن کمک کنن، فرماندارا میتونن ورود کنن، وظایفشون هست. ولی یکی از اولویت‌های کار معاونت اجتماعی ها تو شهرداری ها واقعا اینه. حسین آقا امیدوار بودی یه روزی پاک؟ نه، یعنی اصلا به پاک بودن فکر نمی کردی؟ اصلا، فقط زده. آقا آمد حسین، این ترک ایشون معجزه است. نه جدی معجزه است ها، یعنی اون، حالا من نمیخوام به خودش هم نگه اون چیزی که مصرف میکرده، قطعا تش تمامه، قطعا نوع تر کردنش، برگشتش، والله معجزه. معجزه این نیست که دفعه ماه بیاد پایین، این هم یه معجزه است. مثل اون کرونایی که نگرفتن تو کربلا، این هم یه معجزه است که خدا نشون داده. خیلی خسته بودی، خیلی سخت بود، بالاخره یه جایی دیگه یه خالی
چیکار میکردی؟ امام حسین، نه امام حسین، فقط امام حسین. امام حسینش خیلی واقعی ها، من کنم میدرزه میگه امام حسین. حالا شما شیش با دیگه حسین دیگه الان به اسم امام حسین میشناسن؟ بله، نه دعای امام حسین خود زهنم میشه برای منم دعا بکنی؟ شش دعا میکنم، به شما من دعا میکنم. آره ما هم خیلی اوضاعمون خرابه، کربلا هم که باید بری دیگه. ایشاله حتما بابا، حتما نست شدی. آره آقا علیرضا وظیفه است، دعوت کردی که حتی من گفته بود نگم. یک کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. چو در حضور تو ایمان و کفر جای ندارد، چه دوزخی چه بهشتی چه طاعتی چه گناهی. حال حسین تو اون کلیپ یه بیته، مقیم کوی تو تشویش صبح و شام نداره، که در بهش نه سالی معین است و نه ماهی. من همیشه میگم ما مثلا خیلی وقتا مثلا میگم چقدر روزه، چقدر سفر کربلا، من همیشه دوستان میگم که من حالم با امام حسین خوبه و اگه یه روزی حالم خوب نباشه نمیرم. حال خوبه میدونی چیه؟ حال خوبه اینه که تو نیزه تو پهلوته، مثلا بدنت پر از تیغ و نیزه و شمشیر و دیگه یه پیرمرد نزدیک 70 ساله که لبش مثل چوب خشکه، سه روز آب نخورده. همه بدتر این که تو گودال که افتاده، خب دارن میرن طرف خیمه‌هاش، اون حالش اونجا خوبه، داره با خدا مناجات میخونه. مثلا من نمیدونم که تو کی بودی چی بودی، من اینا من کی خبرم، ولی تو اون کلیپ حالت خوب بود با امام حسین. این حال خوب همه دیدن، نه ریا بود نه خودت بودی. من شاید هزار بار اون کلیپ رو دیدم، اولین بار عبدالرضا برام کلیپو فرستاد، من خودم زار میزدم. حالش خوب بود دیگه، ببین حال خیلی یارم خوب کرد. این ببین من نشم آدم واطی خمار بود، حالت خوب بود، من نمیدونم نشه بودی خمار بودی، اصلا من کاری هیچی نبوده. تو با امام حسین بودی اصلا اون موقع، مشغولش بودی، تو درگیرش بودی تو اون کلیپ. الان من درگیر بابا، الحمدلله. الان من ترجیم آقا امام حسین. الحمدلله. آره داشتم اینو میگفتم که گم شده جامعه ما امروز همین حال خوب است عیض. یعنی مردمی وقتی حالشون بده میرن سراغای یه چیز دیگه، ما نتونستیم این حال خوبه رو بهشون نشون بدیم. یعنی نوجوانمون دهه 80 دهه 90 میره سراغ یه چیز آگاهی. دیگه آگاهی. این ثروت رو نتونستیم درست خرج کنیم. مثلا حال تو روزه واقعا هیچ جا نیست، همون چیزی که شما فرمودی، اشک بعد و بعدش سرور میاره، حال آدم رو خوب میکنه. بعضی موقع شیطون خیلی کارشو بلده، بعضی موقع میبینیم تو خود سینه زنن، روزه خوندن، روزه گوش دادن، همونجا داره آدم رو میبره. خیلی بد مراقب باشیم، خودم رو میگم. من که اونم میشه حجاب ها؟ اصلا آره اون که شما میگی رد شده از شیطون و میتون. تو امسال بلنگو امام حسین بودی حسین، خیلی ها.
به این فکر میکنی؟ من خیلی فکر میکنی یه جلوه کرده سن امام حسین با حال تو با اون اصلا اون خیلی راحت بگم به زبون من اون مستی با امام حسین که ببین اونایی که میرن سراغ چیزهای دیگه این مستیه رو نچشیدن میدونی؟ اصلا مستی دم و دستگاه امام حسین فرق میکنه با همه جا رفقا حسین آقا یه تذکر برای من که سفره امام حسین برای همه پهنه در خونه امام حسین برای همه بازه امام حسین ما امام حسین اونا نداره امام حسین این سبک امام حسین اون سبک نداره فقط کافیه یه بار درست صادقانه صداش بزنی نمیدونم اون یه بار کجاه تو چه حاله تو هیئته تو خیابونه تو اعتیاده شاید تو مهمونیه من نمیدونم دوست داشتم که تو مهمونی یه حالش عوض شده قائل باشیم به این من برای خودم عرض بکنم این سفره برای همه پهن خط کشی هم نداره آیت الله و حسین سر این سفره میشینن هیچ فرقی هم نداره غذای که جلو آیت الله میذارن جلو حسین هم میذارن توفیق زیارت نیست ولی اینو عرض بکنم که میتونیم خدمت بکنیم ما یه کاری کردیم تو محلا و تو محلای اول که خب آزادی زندانی داشتیم تو محلای اربعین هم یه تری داریم به نام مهر آب که چند تا روستا نزدیک زابل رو شناسایی کردیم و میخوایم بهشون آبرسانی بکنیم حالا انشالله دوستان پای کار بیان و انشالله بچه هم اطلاع رسانی میکنن چجوری میتونن کمک بکنن و الان فکر کنم برای بچه ها زیر نویس بکنن انشالله اتفاق خوبی بیفته بتونیم که یه قدمی برداریم انشالله خیلی مخلص دست شما درد نکنه خیلی ممنون که دعوت کردیم خودت هم کمکمون کنی انشاءالله ما در خدمتیم هر دستوری باشه چیزی که ما بتونیم انجام بدیم در خدمتیم ما در خدمتیم حسین آقا انشاءالله هم ما رو دعا بکنه هم خیلی از جوانا رو دعا بکنه و انشاءالله که بتونیم این چیزی که الله حسین آقا که بیشتر از ما الحمدلله الحمدلله بهش دادن روز روز بیشترش کنن بله حسین آقا حرفی دعا دعا شما دعا کن حسین آقا آقا من دست شما یه خواهشی ما داریم آقا البته بذار من اول ما یه هدیه ای داریم از طرف محلا قبل از هدیه میتونم من یه خواهش کنم میخواید بپیچونیم اول بذار من آقای حسین آقا این ارزشمندترین کالای عالمه تربت از سید الشهدا است این هدیه ماست اول شما هدیه برنامه‌مون رو به آقای رضا بده بعد منم اگه اجازه بدید بفهم ما نشسته میگیریم دیگه حسین آقا جان دست شما درد نکنه مرسی عزیزم ایشالله با هم کربلا باشین خوش به حالت بشین بشین میخوام به محمد حسین آقا محمد حسین یه خواهشیم آره چی بخونم من ایرانم و خوندمش خیلی چشم اینه که من همه رو اینجا دارم قبول باشه نوعات رو دارم بر ما افتخاریه بر من که نیست البته این نوع من از خودم نمیدونم چجوری اینا رو خوندم ولی الحمدلله آره دیگه خدافظیمون باشه این انشاءالله من ایرانم و تو عراقی چه فراقی چه فراقی
بگیر از دلم یه سراغی، چه فراغی چه فراغی، دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم، باورم نمیشه و دارم میمیرم. کربلا واسم ضروری حسین، اربعین و زام چجوری حسین، کار من امسال صبوری حسین، دارم میرم. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی، جوونیم فدا سر ساقی، چه فراقی چه فراقی، آرزوم راهی مشایشم کربلایی شم، بادم سایشم پرچم سرخت بشه آسایشم، آروم جونم این روزا عطر عقاقی ها میخوام، تلخی چای عراقی ها میخوام، گریه تو صحنه ساقی ها میخوام، آروم جون. حسین نوحه گوش میدادی؟ خیلی. و از کی؟ زاکر. آسد جواد رحمت الله علیه و رحمتش. سلام زاکر، من گوش میدم. شب خیلی خوبی بود در کنار برادر بزرگوارم آقای رضا، تاج سرم حسین آقا. خیلی خیلی ممنون از نگاه پرمهرتون. انشالله برسیم همه با هم کربلا. یا علی مدد. همیشه بی قرار.